خدا وکیلی خیلی خوشمزه شده. سلام، سلام به روی ماهتون. امیدوارم که روز و هفته و ماهای خیلی خوبی رو در پیش داشته باشین. امروزتون سرشار از آرامش و شادی باشه. والا امروز ما میخوایم یه عدسی بسیار متفاوتی رو با همدیگه درست کنیم که با عدسی های دیگه خیلی فرق داره. حالا با همدیگه بریم درست کنیم تا فرقش رو ببینیم. عدس داریم که من از 24 ساعت قبل عدس رو خیسش کردم و چندین بارم آبش رو عوض کردم. حالا میریزمش توی قابلمه. و استاک داغ داریم که استاک داغم بهش اضافه میکنم. میدونی که همه حبوبات رو باید با آب سرد بپزیم، ولی عدس و ماش رو باید با آب داغ بپزیم که پوسته هاش از هم دیگه جدا نشه. زیر حرارت روشن میکنم، در قابل مرم میذارم تا عدسمون نیم پز بشه. پیاز داریم که پیازمونم نگینی خورد میکنیم. من تمام رسیپیم مقدار و اندازه هاشو براتون مینویسم. در ضمن استاکی که ریختیم توی عدس استاک گوشت بودش. پیازمون نگینی آماده شدش، حالا میرسم تو تابه و سرخش میکنیم. تا پیازمون داره سرخ میشه سیب زمینیمون رو نگینی خورد میکنیم. ماش داریم که ماشم از 24 ساعت قبل خیسش کردم و چندین بارم آبش رو عوض کردم. عدسمون نیم پز شده. ماش رو اضافه میکنم بهش. بذاریم که عدس و ماش با هم دیگه بپزه. پیازمون سرخ شدش، زردچوبه داریم بهش اضافه میکنم. زردچوبه رو با پیاز یه تفت کوچیکش میدیم. یه حبه سیر داریم که اونم اضافه میکنم بهش، یک تا دو حبه. این هم یه تفتش میدیم، فقط عطر سیر به مشاممون برسه. آب جوش داریم که من زیر حرارت گذاشتم، آب جوش اومده، زیر حرارت رو خاموش کردم. حالا سماق داریم، سماق اضافه میکنم به آب جوش. و میذارم که به مدت یک ساعت سماقمون توی این آب جوش بمونه. پیاز داغمونی که با زردچوبه تفت داده بودیم اضافه میکنم به عدسمون. سیب زمینی داریم که اونم نگیری خورد کرده بودیم، اونم اضافه میکنم. نمک داریم، نمکم اضافه میکنم. پودر فلفل سیاه،
به گینه فلفل سیاه من آسیابش میکنم. اینم ذائقه میگه، هر اندازه ای که بخواییم میتونیم فلفل بریزیم. خب این همش میزنم، در قابل مرم میذارم، میذاریم که اجازه میدیم که سیب زمینی با عدسمون کاملا بپزه. سموغمون بعد از اینکه یک ساعت کامل توی آب جوش استراحت کرد، من زیر حرارت رو روشن کردم و میذاریم که سموغمون یکی دو قل بزنه. بعد از اینکه یکی دو قل زد، زیر حرارت رو خاموش میکنم و میذارم که سموغمون کاملا تهنشین بشه. بعد از اینکه سماق کاملا تهنشین شد، اون آب روی سماق که ترشه بر میدارم و کنار میذارم. عدسیمونم که کاملا پخته شده، عدره جا میافته. میذاریم با حرارت ملایم بازم بجوشه. آب روی سماق رو ببینید، خود سماقا تهنشین شده، این آب صاف روشه، آبی که تهنشین شده اینو بر میداری. خب عدسیمون ببینیم کاملا جا افتاده، کاملا آب سماق رو بهش اضافه میکنم. آبیشن داریم، آبیشن هم اضافه میکنم. جعفری خرد کرده داریم، اونم بهش اضافه میکنم. همه مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. اینم فراموش کردم بگم که من مرتب تا وقتی که عدسی روی حرارت بود، مرتب اومدم و همش زدم. چرا هم میزنیم؟ به خاطر اینکه عدسیمون لعابدار بشه. اگر همطوری بذاریم و بدهیم، عدسیمون لعابدار نمیشه. مرتب همش زدم، مثل آش. آش هم میبینید باید بریم و بیایم هی همش بزنیم تا لعابدار بشه. الان کاملا عدسی ما پخته و لعابدار شده. حالا اگر بعضی ها دلشون میخواد، میتونن یک کمی از اینو، یک گوشه اینو با میکسر یا گوشکو برقی، یک مثلا به اندازه یه لیوانشو لهش بکنن که لعابش بیشتر بشه اگر دوست دارن، یا میتونن یک کمی هم با گوشکو بکوبونن. ولی عدسیه که من درست کردم کاملا الان لعاب انداخته. 5 دقیقه دیگه زیر حرارت رو خاموش میکنم. زیر عدسیم رو خاموش کردم، گفتم بیان تو حیات گلا رو آب بدم، بعد برم عدسی رو نشونتون بدم. آفتاب رفته، بیان گلا رو آب بدم. بکرم که اومده تو حیات، اینا خونه است. اینایی که کاشتم یه سری هم چیدم و گذاشتم خوش شده. برای مصرفی هر یه چیزی. این خونه است. حالا آبش دادم. اینم نعنوه. نعنوها رو کندم، گذاشتم خوش شده، ولی دوباره جبونه زدم. این هم فلفلاییه که کاشتم، بگم این در اومده مثل که از اون فلفل فلده هم بر کاشه. بگم اینجا همون هم در اومده. بگم این هم مثلا باقی من اینجا
شما هم حتی اگر به کلاس کوچولو هم داشته باشه کلاستون مثل من یه دقیقه سبزی چیزی بکارید انچیدامون هم که یه سری انچیر داشت چند این خوردیم حالا دوباره در اومده ولی نرسیده هنوز این خوردونه هم دارم آبش میدم محبوبش نده ببینید این موقعی که الان گر نداره ولی این موقعی که گر میده اگر که خونه باشه تمام خونه رو بوی عصف محبوب شب میگیره این هم یافت رازدیه که دیگه داره پر گر میشه Hey, mom. I'll just take it. من که تو حیات اومدم گلها رو آب دادم نمیدونم چی منو زد اینقدر میسوزه که چی اومدم الکل زدم حالا عدسیمونم آماده شد میکشمش چه عدسی شده عدسی ما آماده شدش من یکمی بکشم ببینم چجوریه برای شما تعریف کنم خدا وکیلی خیلی خوشمزه شده حالا شما حتما همتون عدسی درست میکنید ولی من نمیدونم چجوری درست میکنید ولی این مدل عدسی رو درست کنید فکر میکنم دیگه همیشه این مدلی درست کنیم چون فوق‌العاده عطر و طعم بسیار خوبی داره و فوق‌العاده هم خوشمزه شده امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه اگر خوشتون اومده لایکش کنید خوشحال میشم که نظر و پیشنهادتونم برام کامنت کنید کانالم سابسکرایب کنید زنگولشم بزنید که اگر یه ویدیوی جدید اومد زود و تند و سریع با خبر شید تا یه برنامه دیگه و یه آشپزی جدید دیگه و یه غذای خوشمزه دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.